فاقه آتشین معروف به گوگوش، متولد 29 خورشیدی در تهران، خواننده و هنرپیشه مشهور ایرانی است. وی از محبوب ترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران به شمار رفته و در سایر کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه نیز دوستداران بسیاری دارد. سالهای دهه 70 میلادی و پیش از انقلاب ایران وی را شاه ماهی موسیقی ایران می‌نامیدند. این لقب بعد از بازگشت وی به آمریکا دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و در تبلیغات تلویزیونی تور بازگشت از این نام بسیار استفاده شد. تو از کدوم قصه‌ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. Yeah.
تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. تو گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت، عمر کوچه من و تو دم ما حسین نداشت، آخر شعر سفر گوش. نامی ارمنی برای پسران است. در کودکی دایه ارمنیش او را با این نام صدا می کرد و بعدها این نام را به عنوان نام هنریش برگزید. اما عده‌ای می گویند این نام را از پسر همسایه ارمنی خود گرفته است. البته عشق کودکی وی نیز در این امر بی تأثیر نبوده است. اما آنطور که گوش در مصاحبه مفصل خود با خانم هما احسان توضیح داده، این اسم را پدرش برای وی انتخاب کرده. اما اداره ثبت احوال به علت عجیب بودن این اسم از ثبت آن در شناسنامه نوزاد خودداری می کند و از پدر وی می خواهد که یک اسم ایرانی یا عربی برای وی انتخاب نماید، که در نهایت پدر وی نام فائقه را برای نوزاد بر می گذیند. اما در خانه و به طور کلی مکانهای غیر رسمی از همان کودکی وی را گوگوش صدا می زنند. خانواده وی اصالتاً از آذربایجانی هایی بودند که از شوروی به ایران مهاجرت کرده بودند. Thank you.
gel bize neynim yar, neynim yar. Tuba ele iş düzelsin, balamda gülüm nana ya boya. Tuba ele iş düzelsin bile balamda, sakine daygıdın ayay. Bir tuba alalım sana neynim yar, neynim yar. Bir tuba alalım sana neynim yar, neynim yar. Kukuş az kudaki be hamrah pederash ke ek şoman bud, خوانندگی و بازی در فیلم را آغاز نمود و نخستین تجربه هنرپیشگی او در سن 7 سالگی بود. او بعدها در فیلم هایی چون پرتگاه مخوف، شیطون بلا و پنجره ظاهر شد. ترانه های او که توسط آهنگسازانی چون واروجان و حسن شمعی‌زاده نوشته شده و شعرهای شهریار قنبری در آن به کار رفته بود، برای او موفقیت بزرگی پدید آورد. شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. شد اسم قشنگت میونه دفتر من. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی تن سر غروب. و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی